بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم به حضور گرم شما شاگردان عزیز. مضمون ما البته شما می فهمید که ریاضی است. عنوان درس انتگرال های توابع اکسپوننشیال، صفحه کتاب 189، صنف 12. در اینجا آمده است که انتگرال های توابع اکسپوننشیال، توابع اکسپوننشیال را ما میفهمیم که یا در زبان خود توابع نمایی مینامیم. هرگاه یک توابع که متحول یا حرف آن در نما باشد، آن را ما توابع اکسپوننشیال یا نمایی یاد میکنیم. روابط مقابل را با هم مقایسه کنید. در صنف 11 درباره لگاریتم و توابع اکسپوننشیال زیاد بحث شده است. اینا با هم دیگر معکوسن، معکوس یک دیگر می باشند. ای یک لگاریتم، ای هم یک توابع است یا یک جمله نمایی است. پس در اینجا هر وقتی که ما به یک توابع بیاوریم، حتما وای را داشته باشین که وای مساوی به ای به توان اکس، یا وای مساوی به دو به توان اکس، وای مساوی به سه به توان اکس، وای مساوی به اف به توان اکس جمع سه یا مربع، هر چیزی که داشته باشد، اینا بیانگر توابع اکسپوننشیال یا نمایی می باشند. در فعالیت آمده است که مثلا توابع اف اکس مساوی ای به توان اکس چه نوع توابع است. پس بازم تکرار میکنم که یک توابع نمایی است، اکسپوننشیال است. چرا؟ به خاطر از اینکه حرف آن، یعنی زیادتر، ما در جملات الجبری اکس مانند از این میآمد که y مساوی x به توان 3، y مساوی به x مربع جمع 2x منفی 1 در حالت می آمد. اما در توابع اکسپوننشیال همیشه x ما، اونا مجهول یا متحول ما، جای خود را عوض می کند با اعداد. البته در جملات الجبری x در قسمت فاینی یا قاعده یاد می کنیم، ای سی یا عدد ما در نما می باشد. آل در توابع اکسپوننشیال اینا جای خود عوض بکنن. سی به توان اکس اگر ما بگوییم، این گویا از توابع اکسپوننشیال گپ می زنیم. یک مثال از توابع لگاریتمی بنویسید. ما وای را مساوی به قرار می دهیم. بعد از این یک توابع گفت، یعنی وای مساوی، یعنی وای بیان می دارد که یک توابع است. لگاریتمی، لگ را نوشته می کنیم، لگ حرف هم اضافه شد و در اینجا اونم اکس ما یک توابع لگاریتمی شد. قاعده ازی فرق نمی کند که ما نوشته کنیم یا نوشته نکنیم. به شکل عمومی ما می توانیم به عوض اونم قاعده حرف ای را نوشته کنیم. رابطه لوگ اکس با قاعده ای مساوی به سی را به شکل اکسپوننشیال بنویسید. رابطه لوگ اکس با قاعده ای مساوی به سی را به اکسپوننشیال. همیشه در مقابل لوگی که هر حرفی است، آن را در یک طرف مساوات به شکل جداگانه ما نوشته می کنیم. البته اکس آمده است، اکس مساوی به در طرف راست که عبارت از حرف سی است، ای همیشه وقتی که از لگاریتم خارج شود به قاعده توان می شود. اینه ای به توان سی. ای به توان سی ما بازم چی شد؟ به اکسپوننشیال ما نوشته شد. از فعالیت فوق نتیجه زیر را می توانیم بنویسیم. برای توابع اکسپوننشیال اف اکس مساوی به ای به توان اکس داریم که اگر بخوایم از این ما انتگرال بگیریم، بازم انتگرال آن خود ای به توان اکس می شود به صورت عموم. باز اگر به عوض حرف ای، یعنی چپاوا ما زیادتر مشهور است به این نام یاد می کنیم، اگر بغیر از ازی بیاید، ما مجبور هستیم که قاعده یا فرمول خود تغییر بدهیم.
آمده است که در اینجا اگر انتگرال ای به توان x و دی x را داشته باشیم، ای به توان x جمع c می شود. این انتگرال از خودش می شود. اگر به عوض a x دی x، در اینجا ای را داریم، ای تنها از یک عدد نمایندگی می کند. ای را که داریم تنها از یک عدد در اینجا نمایندگی نمی کند. این بیشتر از یک عدد. او عدد ها که حقیقی باشد، این برای لوای حقیقی مثبت هم باشد، به عوض ای آمده می تواند. ما می فهمیم که قیمت تقریبی از ای قیمت تقریبی از ای را 2.71 می گیریم. این تنها یک عدد است که بر ای اطلاق می شود. اما ما می توانیم به عوض ای فرزن 2 نوشته کنیم، 1/3 نوشته کنیم، 7 نوشته کنیم، 12 نوشته کنیم، ولی یک شرط دارد که شرط ما چه باشد؟ اونم مثبت بودن مقدار ای، یا به عوض ای هر عددی که بیاید او باید هر عدد مثبت باشد. خب در اینجا آمده است که مثلا ای به توان x دی x ما انتگرال از ای به توان x بر ln ای جمع c می شود. ای شامل IR مثبت، یعنی تمام اعداد حقیقی که او هم چه باشد؟ مثبت باشد. خا کسری باشد، خا جذری باشد، خا تام باشد، ولی شرطش چیست؟ مثبت باشد. تنها به جز یک. به خاطر از اینکه به یک هر توان را بدهیم بازم یک می شود، از این خاطر بجز یک. خب حال با استفاده از فرمولی که ما در فصل قبل خواندیم، ضرب بوده از ریاضی، کوشش میکنیم که این را ثبوت بکنیم که انتگرال از این مساوی میشود به ای به توان x بر ln a جمع حرف c. وقتی که نوشته کردیم این گویا از تابع نمایی ای به توان x ما چه کردیم؟ انتگرال گرفتیم. در اینجا ما می توانیم که در هر بخش ریاضی لازم یا ضروری، یا می فهمیم که ضریب نداشته باشد، ضریب آن یک است. ای را به ای حالت گرفته می توانیم ای به توان x یک ضرب ای به توان x دی x. به این رابطه خود مقایسه میکنیم که به عوض یو کدام عدد آمده است، یک کدام چیزی آمده است که در اینجا یو یک آمده است. یو مساوی به چی است؟ یک. از یو ما مشتق میگیریم، در انتگرال به عوض یو زبر از دی یو کار میگیریم، مشتق از یم چی میشود؟ صفر میشود. صفر در اینجا ما دی اکس اضافه میکنیم. باز دی وی به کار است برای به عوض دی وی ما دی وی مساوی به ای به توان x و دی x آمده است. بازم از این انتگرال بگیریم، وی مساوی به ای به توان x و ln a می شود. از کدام تابع ما مشتق بگیریم که تا حاصل از ای به توان x باشد؟ از تابع ما مشتق میگیریم که ای به توان x بر ln ای باشد، از این مشتق گرفته شود، حاصل از ای به توان x می شود. ما قبلا خواندیم مثلا y مساوی به ای به توان x باشد، y زبر ما ای به توان x ضرب ln ای بوده است. هر وقتی که ما از این تابع خود مشتق بگیریم ln ای اضافه می شود. وقتی که ln ای اضافه شود در حالت ضرب ما از معکوس از این کار میگیریم که عبارت از تقسیم است، که از این خاطر در مخرج آن را نوشته میکنیم. خب حال از فرمول پیش بریم. در اینجا مساوی به یو ضرب وی، یو ضرب وی قیمتهایش میمانیم، یو ما یک از ضرب وی، وی ما در اینجا ای به توان x بر ln a، علامه ما منفی است، انتگرال بعد از ای وی آمده است، وی مام ای به توان x بر ln a ضرب در دیو. دیو ما در اینجا وقتی که هر چیزی که به صفر ضرب بخوره نتیجه ازی صفر است، یا خودشان نشته کنیم که dx. بالاخره
ای مساوی می شود که یک به هر چیز ضرب خودش می شود، ای به توان x لن a جمع. به خاطر از اینکه ای طرف ما صفر می شود، از این ما صرف نظر می کنیم، یه علامه هم برای ارتباط میگیره، از این هم خلاص. پس در اینجا یک حرف سی را اضافه کنیم، گویا ما می توانیم که با استفاده از این را ثابت هم بکنیم که هر وقتی که ای به توان x مشتق از ای برای ما بکار باشد، ما می توانیم از این طریق پیش ببریم. خب حال می توانیم که در کتاب ها قدر نیست در کتاب امروزی ما، اما بازم به خاطر آسانی کار می توانیم یک سلسله تغییرات بگوییم یا یک سلسله رهنمایی هاست که نوشته کنیم که مثلا انتگرال a به توان u du، اگر ما بگیریم du، در این صورت هم بازم کدام تغییری بر از این وارد نخواهد شد. a به توان u بر ln a جمع حرف c. اگر ما نوشته کنیم که انتگرال a به توان u dx، در اینجا u بیان می‌داره، در این قسمت u به تنهایی از یک حرف نمایندگی می‌کند یا ایراد بیان می‌کند، ولی در اینجا u می‌تواند یک تابع هم باشد، اینی بیشتر از یک عدد یا یک جمله، اینی یک جمله شده بتواند یا یک جمله شده می‌تواند. ما می توانیم از این رابطه خود بازم انتگرال بگیریم، خودش هم میگیریم ای به توان یو بر یو زبر ضرب لن ای جمع حرف سی. ای در کدام صورت امکان پذیر است؟ در صورت امکان پذیر است که یو ما یک تابع درجه یک باشد. هرگاه به عوض یو یک تابعی که بغیر از درجه یک بیاید، خواه x ما در مخرج، خواه x ما توان بیشتر از یک داشته باشد، در آن صورت ما نمیتوانیم از این تابع خود در این حالت انتگرال بگیریم. وقتی انتگرال گرفته میتوانیم که تنها u یک تابع درجه یک، یعنی توان x ما یک باشد، در اون صورت از این فرمول کار گرفته میتوانیم. فرق نمی کند که ضریب آن کسری است، ضریب آن منفی است، در او ما کار نداریم. مثلا اگر سوال آمده باشد که ای به توان 2x و dx، به عوض u ما 2x آمده است، اگر u مساوی به 2x ما قرار بدهیم، بازم u زبر ما چه خواهد بود؟ 2 خواهد بود. در فرمول خود جا به جا می کنیم، ای ما اونم ای است، 2x به خاطر که u است، یو زبر ما 2 ضرب لن ای است. بازم اگر ما نوشته کنیم که انتگرال سی به توان سی اکس جمع 2 دی اکس باشد، یو مساوی به سی اکس جمع 2، پس در اینجا یو زبر ما می شود به مشتق از سی. بازم از فرمول استفاده می کنیم که به عوض ای ما سی آمده است، سی به توان اکس جمع 2 بر سی یو زبر ما ضرب لن قاعده ما سی است جمع حرف سی. پس در اینجا می توانیم جمع حرف سی بکنیم. در این حالت ما می توانیم از توابع نمایی انتگرال بگیریم. حال در اینجا آمده است که بعضی مثال های کتاب است که با او مراجعه میکنیم که بر ما کدام چیزها را هدایت داده است که یک جا با شما کار میکنم. در مثال اول آمده است که انتگرال 2 به توان 2 به توان x منفی c را دریابید. 2 به توان c 2 به توان x منفی c. بازم به عوض u ما یک تابع آمده است که درجه یک است. اگر در مثال اول این کتابم ببینیم، در این مثال هم ببینیم، بازم اونمون نمایی که از در اینجا ترتیب شده است یا نوشته شده است که بیان می دارد که یک تابعی چی است؟ در یک تابعی درجه یک است. درجه یک نباشد ما نمی توانیم کار بکنیم. خب حال با استفاده از اونمون اصول کتاب، یک مثال از این را در اینجا ما کار می کنم.
خب در مثال کتاب آمده است که مثلا fx مساوی به 2 به توان x منفی 3 dx. خب در اینجا گفته است که توانی که بغیر از x است آن را تغییر داده است یا از بین برده که به مخرج آورده، ایره ما میفهمیم از روی قاعده توان. دو به توان x منفی 3 مساوی شده میتواند که 2 به توان x ضرب 2 به توان منفی 3 مساوی به 2 به توان x ضرب به خاطر مثبت ساختن توان ما میفهمیم که به مخرج بیاوریم این مثبت میشود. این صورت خودش است، 2 به توان 3 ما 8 میشود، 2 به توان x آل از این ما چی میکنیم؟ انتگرال میگیریم. انتگرال 2 به توان x منفی 3 dx مساوی به میتونیم به عوض از این ایره نشته کنیم که انتگرال 1 بر 8 ضرب 2 به توان x dx میتونیم عددی که به شکل ضریب است بیرون از انتگرال نشته کنیم. انتگرال 2 به توان x dx مساوی به 1 بر 8 ضرب در 2 به توان x بر ln 2 می شود نظر به فرمول جمع حرف C. یا این را ما ضرب بزنیم بازم مساوی شده می تواند که 2 به توان x بر 8 ln 2 جمع حرف C. آل رابطه هایی که ایدایاتی که در کتاب بود اصول بود ما مراعات کردیم تا حد توان، بازم ما می توانیم به خاطر آسانی کار از همچو سوالات بسیار به سادگی انتگرال از این را پیدا بکنیم. مثلا انتگرال 2 به توان 4x منفی 9 dx را ما میخواییم بدون در نظر داشت فرمول، بدون چیزا، به شکل میخانیکم میتوانیم به شکل ساده پیدا بکنیم. چه میکنیم؟ اولین کاری که ما میکنیم یک خط میکشیم. خط که کشیدیم خود سوال را بدون کدام تغییر در صورت نشته میکنیم. خود سوال را، خود سوال ما 2 به توان 4x منفی 9 است. آل چی میکنیم؟ از توان ازی مشتق میگیریم. از توان ازی مشتق. مشتق 4x ما 4 میشود. مشتق عدد 9 0 است نمیگیریم. بعدا ضرب لن قاعده میکنیم. قاعده ما چند است؟ 2 است. 2 جمع حرف 3. پس ما چه کردیم؟ انتگرال را گرفتیم به شکل ساده. مثلا انتگرال 7 به توان 2x جمع 10 dx مساوی به خود سوال را بدون تغییر نشته می کنیم. 7 به توان 2x جمع 10 بر مشتق صورت ما، در اینجا صورت ما 2x جمع 10 است، مشتق 2x ما 2 ضرب ln قاعده ما چی است؟ 7 است. جمع حرف 3. پس ما می توانیم به شکل ساده از این توابی که ما به نام انتگرال گیری که توابی ما عبارت از نمایی است اکسپوننشیال باشد، به شکل ساده از اینا انتگرال بگیریم. آل شما می توانین سوالاتی که در اینجا در کتاب حل کرده است حتما شما انشالله به سادگی می توانین ایره کار بکنین. اگر کدام سوالی باشد شما می توانین به صفحه که در روی صفحه نمبر واتساپ ماست که دو ارسال بکنین، شما توسط ازی میتونین دریافت بکنین جوابات خود. خب درس ما به آخر رسیده است. حالا کارخانگی تان است که شما یادداشت میگیرین، بعد از حل به واتساپ نمبری که در روی صفحه است شما به ارسال بکنین. از شما بسیار خوش میشوم. تشکر از توجهتان. خداحافظ.